کمیسیون قضایی مجلس لایحه موسوم به حمایت از خانواده را با افزودن شروط دهگانه‌ای به بند جنجالی آن در مورد ازدواج مجدد و موقت برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. این لایحه قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود. لایحه خانواده از روزی که به مجلس ارائه شد موضوع انتقاد کارشناسان و فعالان حقوق زن بوده و اعتراض‌های فراوانی را برانگیخته است. پیام یزدیان در گفتگوی تلفنی با یک خبرنگار و کارشناس اجتماعی در ایران که نخواست نامش عنوان شود، نظر وی در خصوص دلیل طرح و تصویب لوایحی نظیر لایحه حمایت از خانواده را جویا شده است. نکته اصلی درباره لوایحی نظیر لایحه خانواده یا مثلا فرض کنید که طرح خانه‌های عفاف، همه اینا به نوعی سرپوش گذاشتن بر یک واقعیت غیر قابل انکار در جامعه ایران در 31 سال گذشته است و اون این که اساساً جمهوری اسلامی هیچ دغدغه‌ای برای حفظ شأن و کرامت خانواده نداره. منتها بحث اصلی اینجاست که اساساً کارشناسان اجتماعی با این مسئله روبرو هستن که آیا قوه قضاییه، آیا دولت، آیا حکومت و حاکمیت میتونن اساسا حق اینو داشته باشن که در اموری مثل مثلا مسائل خانوادگی دخالت بکنن یا نه، و اینکه اساسا چه چیزی باعث شده جامعه ما به سمت سوی بره که مردهای متأهل نتونن راضی به همون زندگی تک همسری نباشن و تمایل پیدا بکنن به ازدواج دوم و ازدواج سوم. ببینید واقعیاتی که در جامعه ما وجود داره آقای یزدیان، البته دولتیان معتقدن که این لایحه باعث کاهش فساد اخلاقی میشه. نه ببینید، تا وقتی که فقر در جامعه ما هست و تا وقتی که موضوع بیکاری در جامعه ما هست و تا وقتی که زنان برای تأمین معاش خودشون به پسترین کارها که از جمله فحشاست رو میارن، هیچ وقت نمیشه گفتش که جامعه و دولت میتونن مشکلات مربوط به فحشا رو حل بکنن. شما دارید در جامعه این لایحه رو بررسی میکنید که بنا به اعتراف خود وزارت کشور، همین جامعه در زمان آقای احمدی نژاد دولت نهم 11% زنان فاحشه با اجازه همسرشون به فاحشگی پرداختن. یا شما در جامعه ای دارید زندگی میکنید که بالای 50% از آمار طلاق ها مربوط میشه به مسائل جنسی، و شما دارید در جامعه ای زندگی میکنید که بیشتر از 85% پیشنهاد برای ازدواج دوم از طرف زنان مطلقه در جامعه صورت گرفته. در جامعه ای که 1/3 از آمار زنان مساعد برای شرط ازدواجش مطلقه هستند، شما نمیتونید بحث لایحه خانواده رو مطرح بکنید. و ضمن این که خود همین جمهوری اسلامی اخیراً آماری اعلام کرده که بیشترین تخلفات جنسی در ایران توسط مردان متأهل رخ میده. پس این نشون میده که اساساً ارکان خانه و خانواده در ایران دچار مشکلاتی است که با ارائه چنین لوایحی قابل حل نیست. ضمن این که مخالفین این لایحه هم نمیان دولت رو در واقع زیر سوال ببرن که شما به جای اینکه دغدغه تعدد زوجهای مردان متأهل داشته باشی، چرا به مسائل ریشه‌ای‌تری مثل فقر و مثل فحشا رسیدگی نمی‌کنی؟ چرا دولت نمیاد یه لایحه به مجلس بده که مسئله فقر زنان رو توش بررسی بکنه و کمک بکنه به زنان بی‌سرپرست که بتونن مشکلات معیشتیشون رو حل کنن؟ شما در جامعه‌ای دارید زندگی می‌کنید که بالای 1,250,000 زن سرپرست خانوار وجود داره. در چنین جامعه‌ای اساساً طرح موضوع لایحه خانواده، اونم با این شرایطی که 12 شرط برای مرد بذاری که هر کدوم از یکی راحت تر که بتونه ازدواج دوم و سوم داشته باشه، اسمش حمایت از خانواده نیست، بلکه اسمش نابود کردن بنیانهای همین خانواده نیمبندی هستش که الان تو جامعه ایران وجود داره.